سابقه شون رو چک کردی؟ بله چک کردم قربان. پسر آقای محسنی گیتلره. این آقا هم که دوسته ایشونه. مدارکشون هم پاکه. آه کرم گیتلر. بله پوشاک گیتلر شرکت مودامو. تو همون پسرهی تو مجله هایی؟ بله تو مجله هم هستم. بله ببخشید میتونیم دستمونو بیاریم پایین؟ آره بیا پایین. مدارک آقا اینو بهشون بده. آروم برید. شبتون بخیر. شبتون بخیر. خسته نباشید آقای پلیس. ممنون. شبت بخیر. قربونت برم. آه ولکان. آه یه دقیقه. جید خانم چاپخونه داره میپرسه که اگه 1000 تا نباشه نمیشه. فقط نگو که مشکلی پیش اومده. پس چی بگم؟ بگو باید 1000 تا باشه. بله. عصبانی نمیشم چون این پروژه باید عالی بشه. محشر میشه. ساعت 10 شب آیشه اومد خونه. کرم نیست. اینه کارشون تمومه. آیشه احمق دختر تو خیلی احمقی. آه با اون چیو پاره میکنه؟ آه ما ناراحت بودیم اینا طلاق میگیرن، اما اینکه دستش به کرم برسه که زنده تفتش میکنه. جیدا رو ببین شیطان، حتما زودتر فهمید. مگه من بچه‌ام؟ از 6 سالگی اصلا بزرگ نشدم. حتما باید از تیک کاغذ یه معنی پیدا می‌کردم. چرا اون نشونه تو عقلم و با منطقم ردش نکردم؟ کرم همینه دیگه، همینه. کرم همینه. چی کار می‌کنه؟ به مب مشت می‌زنه. می‌خواستی چی کار کنه عایشه ها؟ می‌خواستی عشقش رو اعتراف کنه؟ می‌خواستی بگه واقعا مال من شو، زنم شو؟ دیگه چه انتظاری داشتی؟ فکر می‌کردی تا آخرش خوشبخت زندگی می‌کنی؟ دیگه هیچ وقت نمی‌تونی منو ناراحت کنی. کرم هیچ وقت نمیتونی ناراحتم کنی، چون دیگه هیچ وقت بهت اعتماد نمی کنم. هولیا وای صمد عزیزم بیا، مگه نمیخوایم بخوابیم؟ صمد بیا اینا رو تماشا کن، بیا نگاه کن. وای هولیا این چه کاریه؟ چی رو تماشا کنیم؟ صمد اینا میونشون بدتر از روزیه که فکرش رو میکردیم. ببین داشتم میرفتم تو یه صدایی شنیدم، گفتم این چیه؟ صمد یه حدم آیشه داره دیوونه میشه. از مشت زدن به مب بگی تا پرت کردن گردنبند جواهرش. هولیا سلطانم اصلا بگیم که تو راست میگی، همون این که به ما ربطی نداره. بیا بریم. صمد تو گوش نمیدی من چی میگم؟ دارم میگم آیشه خیلی ناراحت بود. به هر حال خب ما به کار خودمون برسیم. بیا بریم، خیلی کار داریم. بریم تو اتاقمون. دقایه میشیم. بودو ماشین صمد بود. ساعت چنده؟ ساعت 22:05. ساعت 10:05 شب کرم اومد خونه. ساندویچ ما آماده است، بچه ها خیلی گشنه‌شون. آره آماده است دختر مهربون. ببین من همه چی آماده کردم. خب خیلی کار میکنید گشنه‌تون میشه. وای اوف خیلی خوشمزه به نظر میان. ببینم توشون چی ریختی. حالت خوبه؟ باشه حالت خوبه؟ چیزی نیست؟ نه خوبم. اگه تو نباشه من چی کار کنم ارکوت؟ هر دفعه که بیافتم تو منو میگیری؟ آره چرا که نه. خب هرچند بین خودمون باشه من خیلی خوب میگیرم. ای وای به خوشگی شانس. هرکو چی کار کردی؟ چه میدونم. ای خدا
خیلی خب ببین هیچی نشده، اینا رو اینجوری میذاریم بعد فوت. اصلا همه جا رو تازه تمیز کردم، پاک پاک راحت میشه خورد، فقط یه فوت میکنه بعد میخوره. بابا ارکو چرند نگو، مگه میشه اینا رو خورد؟ دوباره درست کن. وای خدا چرا اینجوری شد؟ باشه حالا اشکال نداره، من بهت کمک میکنم، الان 5 دقیقه دوباره درست میکنیم. بیا زود باش تا جده خانم نیامده، باید جمعشون کنیم. آی حیف همش ریخت. صمد بیا از اونجا ببینیم از چی حرف بزنن. بیا بیا. اومدم. عایشه خیلی ازت معذرت میخوام. کرم اگه حتی یه نشونه میدیدم که خجالت زده باشی این نسخایی رو قبول میکردم. هر چی بگی حق داری، اما یه کار خیلی مهمی پیش اومد. چه کار مهمی؟ چی شده؟ تو رستوران یکی حالش بد شد، آلرژی داشته. وایسا تو اصلا چیز نکن، نمیخواد چیزی بگی، خودم حدس میزنم یه زن حالش بد شده، که خب چون تو هم نسبت به زنا ضعف داری مجبور شدی منو اونجا بذاری و بری. زنه داشت میمرد چیکار میکرد؟ ببین کرم، اگه من بدونم که تو راستشو میگی خودم به جای اون زنه ازت تشکر میکنم، اما بس دیگه، من بهت اعتماد ندارم. وای صمد، رسمن بیچاره رو تو رستوران رها کرده و اومده اینا، اصلا عادی نیستن. اگه میشه برم بیرون و رهاش کنه، حق بود توه، من برم باش حرف بزنم، به حرفم گوش میده. چی کار میکنی؟ چی میخوای بگی؟ ها؟ میخوای بگی تو حیات فالگوش وایساده بودی؟ نه نمیشه نه. صمد ببین درک میکنم نتونی راه حل درستی بدی، حداقل به اصل مطلب برس. باش تو عصبانی نشو، حواسمو جمع میکنم، ببین منم گوش میدم. خب عصبانی نشو، اگه ثابت کنم منو میبخشی؟ چطوری ثابت میکنی؟ واقعا خیلی کنجکاو شدم بدونم. یعنی وقتی داشتی به زن تنفس مصنوعی میدادی شمارشو گرفتی؟ با هم عکس گرفتین؟ چی کار میکنی؟ منو میخوای ببری پیشش؟ کرم پیش زنه بریم چی میشه؟ منو ببری پیشش چی میشه؟ میخواد هر چیو که تو گفتی اونم بگه. اگه اینطور باشه اون موقع من میام ازت عذرخواهی میکنم. خب نمیشه تو رو پیش اون ببرم. میدونی کرم، این که شام باهات اومدم بیرون اشتباه ترین تصمیمی بود که گرفته بودم. درست ترین تصمیمی هم که تو زندگی گرفتم اینه که از تو جدا بشم. بالا سرم با این اسبا رو بگیر بخواب. صمد تو هم شنیدی؟ شنیدم ولی شنیدم. صمد ببین موضوع یلدا ملدا نیست، اینا جدا میشن، ما باید یه کاری بکنیم. وای هولیا جدا نشن، ما یه کاری بکنیم. ما به یه مدرک قوی نیاز داریم، فراموش نکن. قایم کردن واقعیت خیلی کار سختیه، خیلی سخت صمد. هولیا ببین حرف خوبی زدی، اما میخوام حرف بزنم اجازه نمیدی، ما چطوری بفهمیم؟ تو اون کارو بسپر به زنت، دیگه وقتش خودم دست به کار بشم، ببینیم جیده نظرش چیه. نظرش چیه؟ خب منم همینو میگم، ببینم چی میگه. خیلی خب بیا ما بریم. چی کار میکنی؟ از جلوی پنجرهشون رد شیم؟ بیا از این بر تا ندیدم. آخ بوتوی بریم، بیا دستمو بگیر. این پتو کجاست؟ پیداش نمی کنم. من چه می دونم کرم، حتما سر جاشه، از من چرا می پرسی؟ دارم می بینم نیست دیگه. معلومه که مثل همیشه علکی نگاه می کنی، بایدم پیداش نکنی، همون جایی همیشه گیه. بازش کن می بینی. خب
راست میگفتی، تو همون کش آخری بود. دیدی؟ بهت گفته بودم نه؟ کرم چرا بالا سرم وایستادی؟ برو بخواب دیگه. حالا چرا داد میزنی؟ میخوایی دستم بیا کتک بزن؟ دیگه اونقدر هم برام مهم نیستی. یعنی یه زمانی مهم بودم؟ تقریبا اندازه یه موجود زنده. چیه؟ اندازه یه موجود زنده یعنی چی؟ اندازه لاک‌پشت، اندازه مگس، کدوم یکی؟ فهمیدم، اندازه اونم نیست، اندازه یه تک سلولی. آقا کرم، به نظر تو لیاقت این همه توجه رو داری؟ اینو از خودت بپرس. داداش حق با اونه، لیاقتشو نداره. حداقل باید میرفتی میگفتی کار پیش اومده، بعد میرفتی. اما تقصیر خودمه. تا یه قو دیدم فکر کردم تو قصه شاه فریونم. وقتی تو چشمای من نگاه میکنی من چه جوری واقعیتو بهت بگم؟ یعنی خیلی تابلو کردم؟ بله. وای، اینی ندید بدیدا. نه والا، خیلی هم با انصاف رفتار کرد. حداقل گفت اندازه یه جاندار، میتونست اونم نگه. کرم چرا به هم زل زدی؟ هرسمو در آوردی، برو بخواب یا لباستو عوض کن یا یه کاری بکن. چرا به من نگاه میکنی؟ اندازه یه تک سلولی هم خوبه. از این میخوای؟ بله بابا. بیا میخوای برم با امروش بمالم؟ نظمیه چایی دم کشید دخترم؟ نه ترکید، الان میارم. صبح خیر خانواده اسکایلی، خانواده زیبای من، خانواده کوچیک و صمیمی خودم. اه پسرم، این چه وضعیه؟ ببین منو، بهت نمیاد تا صبح کار کرده باشی. بگو ببینم چه غلطی کردی. آه داداش من، آه برادر خوشتیپم. ببین مامان جون، برادر شیرمرد من، برادر عصبانی من. اخ اخ، سر صبحی، سر صبحی شلوپ شلوپ را انداختی. پسرم چی شده؟ سر صبحی تو راه گردن من یه چیزی پیدا کردی؟ نه مامان جون، گردن من این چیزا نیست. یه الماس آبی رنگ پیدا کردم مامان جون، یه الماس آبی رنگ. آبچی فیزا رو میگه. وای دختر تو چقدر باوشی آخه. گلمو تو به کی رفتی؟ خب معلومه دیگه، به خودم رفته، به کی میخواد بره؟ ای بابا یه ساعت این چایم دم نکشید، معلومه وقتی ارزونشو بخریم همین جوری میشه. ولش کن همین جوری بخورن دیگه، چیکار کنم؟ نکنه به فیزا پیشنهاد ازدواج دادی؟ خب به امید خدا اونم میشه مامان جان، ولی همینقدر بهتون بگم که برای جفت شدنم یه بلیت به اسمم در اومده، دیگه بقیهش خودتون عطس بزنی. آی من قربونت برم، بیا جلو بغلت کنم. مبارک باشه عزیزم، مبارک باشه. آمین. منم اگه چوب لای چرختون نندازم نظمیه نیست. زنده داشت، ببین عزیزترین برادر شوهرت ارکوت اومده. وای زنده داشت، من سر رضای خدا یه چایی بیار بخوریم، خیلی خوابم میاد. زهر ما رو بخوری. دستتو بکش. قانچه، همش داشتم دنبالت میگشتم، بهت زنگ زدم، چرا جواب نمیدی؟ نکنه حرفی واسه گفتن داری؟ خب بله که دارم. ببین قانچه، بین من و اون دختر هیچ اتفاقی نیفتاده، جدی دارم میگم، بیگناهم. خب در این مورد میتونی ازم عصبانی بشی، درسته؟ مجبور شدم بهت دروغ بگم، حق با توه، اما خواهش میکنم با هم سرد برخورد نکن، واقعا هیچ تقصیری ندارم. در ضمن اگه بدونی بعد از رفتن تو چه بلایی سرم اومد. آره میدونم میدونم، ادامه دیشب و نه تنها من بلکه همه میدونن. چه یعنی؟ اوخ نه، مرتی که هیچ چی دستش در نمیره ها. حتی انکارش هم نمی کنی. ببین قانچه، قسم میخورم هیچی اونجوری که تو عکس افتاده نیست. بذار حد بزنم، اینم عکس پارسالته، مال سال تحویلی چیزیه نه؟ خب یعنی نه اونجوری نیست، اما جریانش خیلی فرق میکنه. ببین قانچه جدی میگم، من واقعا بیگناهم. ببین عزیزم، واقعا میتونم در موردش به توضیح بدم.
باشه، توضیح بده. گوشم با توه. توضیح بده. نمیتونم توضیح بدم. اما ببین، من کاری نکردم. جدی میگم. ببین، این موضوع هیچ ربطی به من نداره. داداش، ای داداش، منو به فنا دادی. به خدا منو به فنا دادی. عکس نگاه تو رو خود. با هم حرف نمیزنی؟ آیشه، خواهش میکنم، تو رو هم که دهنتو باز نکردی. کرم لطفاً، الان تنها چیزی که میخوام اینه که آسانسور بیاد و برم بالا. دیدی؟ بالاخره. کرم، چی کار میکنی؟ میخوام با هم حرف بزنی. فکر میکنم دیروز به اندازه کافی واضح حرفامونو زدیم. حرفامونو زدیم، اما نتونستیم حرف بزنیم، درسته؟ منو ببین، بیا بدون جنگ و دعوا با آرامش حرف بزنیم. بعدش فکرتو بکن، اگه هنوزم عصبانی بودی قول میدم بگی دهنمو باز نکنم. کرم، چی کار میکنی؟ منتظر بودی تو آسانسور حرفاتو بزنی؟ نگران نباش، نمیخوام بوست کنم. اصلا یه کاری بکنیم، بریم تو بالکن، یکم هوا بخوریم، یه قهوه ترک مهمونت کنم، با آرامش با هم حرف بزنیم. لطفا، خواهش میکنم ازم. نه نه، نمیشه، چون همین که برم قهوه رو درست کنم و بذارم رو سینی، یهو میبینم کرم رفته. اصلا نیازی نیست سناریو رو دوباره تکرار کنی. بهترین کار اینه که تو تنهایی قهوه‌تو بخوری. منو ببین، شام مهمون داریم، یادت نره، زود باید بریم. شنیدی؟ کجایی؟ تو که خوب بلد بودی حرف بزنی. اون موقع که لازم بود چرا لال شدی؟ تو روحت با اون نقشه و قو و گیاه کمیابت. اون چه نقشه مسخره‌ای بود داداش من؟ من عقلم کجا بود؟ چرا اینو قبول کردم؟ الو، میخواستم ببینم چاپ به کجا رسیده. تیشرت ها به موقع آماده میشن، درسته؟ خوبه. یه سری مخصوص دیگه هم میخوام، اما قیمتاتون یکم با هم فرق دارن. در واقع فعلا میتونید کاری بکنی؟ خیلی ممنون. جده خانم، با من کار داشتی؟ فیزا جان، همه اون لیستا رو چک کردی؟ بله جده خانم، شما اصلا نگران نباشین. چون طرحمون یکم عوض شدن، یکم هماهنگیشون وقتمون رو گرفت، اما میرسونیمش. این طرح خیلی قشنگ در میاد. این پروژه برای ما خیلی حیاتیه. آخرین چک کردن کار توه. یه دونه اشتباه هم نمیخوام. باید همه چی عالی باشه، فهمیدی؟ میدونم جهده خانم، اما واقعا میگم همه چی تحت کنترل خودمه. خیلی عالیه. الو فیزا خانم، یه خانم اومدم منتظر شما هستم. یه خانم؟ باشه، من الان میام. نازمیه خانم سلام، خیلی جا خوردم، منتظرتون نبودم. من دوست دارم آدم ها رو شگفت زده کنم، مخصوصا تو رو خانم خوشگله. متوجه نشدم چی شده؟ نکنه بلای سر هرکوت اومده؟ ببین ببین چقدرم به فکرشه. آخه خب چرا به فکرش نباشم، بالاخره همکارمه. ببین دختر جون، صد تا مثل تو رو تشنه میبرم لب آب و تشنه برمیگردونم. راستشو بهم بگو، تو قلاب ماهیگیری تو پرت کن طرف ارکوت، خیلی میبخشی، مثل اسباب بازی باهاش بازی کن، اون موقع خودتو بزن به کوچه علیچم. اوه، شما چی دارین میگی؟ ای وای، پرو پرو داره جوابمو میده، گیر کیو افتادیم؟ ببین تو راستشو بهم بگو، تو چرا میخوای با ارکوت ازدواج کنی؟ ما هیچ مال و منالی نداریم. میگم شاید عاشقش شدی که اونم چشمم آب نمیخوره. من حرف خنده‌دار نمیزنم. خب چیز خیلی میبخشی، اما من چرا باید با ارکوت بخوام ازدواج کنم؟ یعنی تو به اون بچه چراغ سبز نشون ندادی؟ خودش الکی الکی امیدوار شده. ببین
باشه، نه ترس، نمیخوام کتکت بزنم، فهمیدی؟ اما خب قول نمیدم، اما سعیمو میکنم. ببینید، ما با ارکوت فقط دوستیم، یعنی فقط با هم دیگه همکاریم. نمیدونم اینو چطوری بهتون توضیح بدم، اما بین من و ارکوت اون چیزی که فکر میکنید نیست و نخواهدم شد. دختر تو چی داری میگی؟ وای من قربونت برم، بیا بیا ببینم، میخوام بغلت کنم، بیا بابا بیا. ای عزیز دل من، پرنسس موآبی من، من از همون اول ازت خوشم اومده بود. به خدا عزیمه بعد تو منو مثل خواهر خودت بدون، فهمیدی؟ هر موقع گیر کردی فکرت مشغول شد به هر کد نگو، مستقیم به خودم زنگ بزن، فهمیدی؟ بله. ها صبح بخیر داداش. صبح بخیر. چطوری؟ داغون. تو چطوری؟ داغون. خیلی هم زیاد. خبرنگاره دیشب عکسمونو گرفتن، مانچه خبر آورد نشونم داد. حالا بعد وایستم ببینم که کی منفجر میشه. نه بابا، مایشم که با هم حرف نمیزنه. دیشب همون جوری دختره رو ول کردم رفتم، نمیشه هیچی هم بهش توضیح بدم. به خدا منم تو رو نمیفهمم. مگه تو خودت نمیخوای با عایشه بفهمونی که برات هیچ اهمیتی نداره؟ خب موفقم شده دیگه، به اندازه کافی فهمیده چه خبره. نه اینطوری هم نیست، دیشب همه چی داشت خوب پیش میرفت تا اینکه من همینجوری ولش کردم و رفتم. بابا تصمیم تو بگی دیگه، وقتی من از این کارات خسته شدم خب عایشه چجوری خسته نشه؟ برو جلو بهش بگو من بودم، اون قورم من درست کردم، مگه اون همینو نمیخواد؟ ها فقط همین قور رو کم داشتی. نمیدونم ولکان، اما باید دل این دختره به دست بیارم. خب داداش تو واقعا میتونی، اما من باید چیکار کنم؟ این دفعه بعد جوری خراب کردی مگه نه؟ آره همینطوره. تریتا جون. آه هولیا، چه سورپرایزی. سورپرایز نیست عزیزم، شرایط ایجاب کرد. شرایط؟ جیدا جون، ما با هم همسفر حساب میشیم، اما فقط واگنامون فرق میکنه. ببین از این تشبیهت خیلی خوشم اومد. دقیقا خودم هم حال کردم. به هر حال کاری که گفتی رو انجام دادم، عشقای جوون رو زیر نظر گرفتم. و حق با تو بود، اصلا اونجوری که از بیرون میبینی نیستن. آره فهمیده بودم، اما فقط یه چیزی رو نفهمیدم که آیشه چی شد یهو پیدا شد. آی عزیزم چجوری میخوای بشه؟ کرم اونو پیداش کرده، اما آخرش به نفع آیشه شد. هولیا، اون سوال مهمی رو که باید از خودت بپرسی اینه، آیشه و کرم کی عاشق هم شدن و کی تصمیم گرفتن ازدواج کنن؟ آیشه ای که اصلا توی زندگی ما وجود نداشت، چی شد که یهو پرید وسط زندگیمون؟ ها این ازدواج که مثل داستان شاه پریونه، چی شد که پشت درای بسته؟ چی شد کارشون به طلاق و دادگاه رسید؟ آی جیده چقدر هیجان انگیز، تو که اینجوری تعریف میکنی یه حسابی چیز شد، یه چیزی پر از رمز و راز شده، مثل یه سریال. به نظرت آخرش چی میشه؟ این کارو تنها یه نفر میتونه حل کنه. من؟ عمو محسن. ولی باید خیلی محتاطانه عمل کرد، یه شک کوچیک کافیه. اگه یه ذره شک کنه این قضیه رو ول نمیکنه و حتما این موضوع رو روشن میکنه. یعنی آخرش چی میخواد بشه؟ من برم به صمد یه سر بزنم. میبینمت شریک. میبینمت. ببین حق با توه، حق با توه، اما راستی موستا این تیشرت ها کار کارگاه نبود. ها ببین خواهش میکنم به دل نگیر. صمد، 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 اینو قطعش کن. چی شده دل درد گرفتی؟ نه من دل درد نگرفتم، یه واقعیتی دل درد گرفته، همش میخواد بزنه بیرون اما مقاومت میکنه. عزیزم من هیچی متوجه نشدم. صمد یه بازی کثیفی تو کاره، اما من این بازی رو تمومش میکنم، چون من چیم؟ چی هستی؟ من چیم؟ خیلی خوشگلی. آی خیلی ممنونم.
اما خیلی باهوشم. خب عزیزم، من همش سعی میکنم بفهم موضوع چیه، اما تو هر دفعه فهمشو سختر میکنی. صمد، من بهت چی گفتم؟ تو سعی نکن چیزی رو حل کنی، تو فکر نکن، تو فقط کاری که من میگم و انجام بده کافیه. سری میریم پیش بابا محسن، بهش میگیم آیشه با کرم میخوان جدا بشن، حتی بیشتر. نه نمیشه، نمیشه، همچین چیزی نمیشه عزیزم، این موضوع خصوصیه، ما نباید دخالت کنیم. صمد جون عزیزم، تو به من چی گفتی؟ گفتی باید کاری بکنیم که آیشه با کرم رو منصرف کنیم. خب ما به بابا محسن میگیم که مانعشون بشه. آها، آفرین به همسر مهربون. باشو، باید بریم آماده بشه. بودو بودو باشو بریم. باشه بریم بریم. بودو بودو بودو. صمد جون الان وقتشه. ببین هولیا، میشه نگیم؟ بیچاره دق میکنه. صمد، اگه ما بهش نگیم و اونا طلاق بگیرن، اون موقع دق میکنه. شما چی دارین پچ پچ میکنی؟ بابا جون، صمد میخواد یه چیز خیلی مهمی رو بهتون بگه. بیه بشین. واقعا؟ چی شده صمد؟ تو چی؟ چیه گشنه شده کرم؟ چیه؟ چی میخوای بگی؟ چی کار میکنی؟ تو با من حرف نمیزنی، منم میخوام با ایما و اشاره باید ارتباط برقرار کنم. خیلی بامزه، خیلی خنده دار بود. اما ببین خندیدی، انگار گوشه لبت یکم بالا رفت، خودم دیدم. به خاطر تو دیشب گوشه لبم خیلی خوب بالا رفت. تیکه انداختنم خودش اینو ارتباطه، اشکال نداره، اینم یه قدم خوب حساب میشه. بابا جونم، بابای عزیزم، تو بابای مایی، بابای عایشه و کرمم هستی. بابا جون، بابای قهرمانم، بابا. باشه فهمیدم، من بابام عمو نیستم. بگو چی میخوای بگی. بابا جون، موضوع یکم چیزه، واسه همینم هول کرده. موضوع عایشه و کرمه. عایشه و کرم چی شدن؟ دارن از ما صحبت میکنن؟ بابا چون ما فکر میکنیم بین عایشه و کرم مشکل خیلی بزرگی هست، انگار میخوان طلاق بگیرن، مشکلشون خیلی بزرگه. خب ما برای همین گفتیم بهتون خبر بدیم. تو چی گفتی؟ چی گفتی که الان دارن اینجوری میگن؟ نه من کاری نکردم. چه مشکلی؟ چه طلاقی؟ بچه ها مثل گل دارن زندگیشونو میکنن. اوه بابا جون، انقدر سر نخای زیادی هست. چند شب پیش خود عایشه از دهنش پرید. کرم بعدش خواست حرفو عوض کنه، اما ما باور نکردیم. دیدی حالا؟ آخه من کی همچین حرفی زدم؟ بایدم یادت نیاد، چون عقلت سر جاش نبود. بابا جون، از اون روز هولیا اونا رو زیر نظر داره، به خدا پریشون شده. ایوا کرم چرا باید همچین چیزی رو قایم کنه؟ بچه خودش گفته دیگه، اگه همچین چیزی بود که به ما هم میگفت. مگه چیه؟ دستم دیشب بچه ها شیکوپی کرده بودن، شام رفتم بیرون. در اصل همه چی بعد از همون شام اتفاق افتاد بابا جون، اینا فقط حاشیه است. موضوع اصلی اینه که نمیخوامم بگم، اما به هر حال من فقط یه جاریم، باید بگم. بابا جون، تو ازدواج اینا یه چیزی هست که ما نمیدونیم. سر در نیاوردم، اما نشونه های زیادی میبینم، اما مطمئن نیستم، واقعا مطمئن نیستم. هولیا همه چی رو فهمیده، تازه مارم زیر نظر گرفته. ای بابا چرا چرت و پرت میگی؟ چه نشونهایی؟ ول کنی تو رو خدا، بچه ها دارن زندگیشونو میکنن. نمیدونم، اما چیزایی که به طلاقشون ربط داره. ازدواج اینا از همون اولش یه جریانی توش داره. صمد نظر تو چیه؟ من چیزه بابا، به نظر من تو هرچه سریعتر دست به کار شو، وگرنه اینا طلاق میگیرن، یعنی حق با هولیاست.
باشه شما نمیخواد بیگدار با بزنی طوری رفتار کنید که انگار از هیچی خبر ندارید. من خودم دست به کار میشم و همه چی رو حلش میکنم. با اجازتون ما بریم بابا جون. بریم هولیا. بله فکرمو مشغول کردید و اجازه رم بگیرید و پاشید بریم. آی خدای بزرگ. اوف اوف. نمیشه به حرفای سمد و هولیا اعتماد کردم. اما خدای من ما درگیر خودمون شدیم، بچه ها رو فراموش کردیم. یعنی چی شده؟ مثل گل داشتن زندگیشون رو میکردن. ای داد بیداد. وای هولیا رو میبینی؟ اما فقط یه حرف نبوده ها، حتما چیزای دیگه ای هم دیده و شنیده، به چیزای دیگه ای هم شک کرده، مطمئنم. از حالا به بعد سیم جینای بابام شروع میشه. همه چی داشت درست پیش میرفت، این دیگه از کجا پیدا شد؟ از کجا پیدا شد؟ تقصیر خودت دیگه. کرم تو دیگه حرف نزن. دختر مگه خودت نبودی که مس میکردی و همش سوتی میدادی؟ اونم که زرنگ سری گرفته داشت. خب ساکتم میکردی. چی کار میکردم؟ منم مثل تو برای ساکت کردنت ازت لب میگرفتم. کرم هیچ فرصتی رو از دست ندی و سری تیکتو بنداز. در ضمن انتخابای دیگه ای هم داشتی، میتونستی یه کار دیگه بکنی، حرف عوض کنی. فکر میکنی امتحان نکردم؟ اون لحظه برای اینکه جمعش کنم چی کارا که نکردم. آی این هولیان برای ما شلوک هولمز شده. کرم یک کم فکر کن، یه کاری بکنیم. حالا باید چی کار کنیم؟ دارم فکر میکنم. وای میرخشی اصلا هم خود شد واسه همین خندم کنم. بابا آخه چجوری شد همچین چیزی فکر کردم؟ به خدا آتی جون همینی که گفتم شد. رسمن داشت از ازدواج حرف میزد. فکر میکنن همه چی تموم شده، ما برکود رابطه داریم، الان هم میخواییم ازدواج کنیم. باورت میشه؟ باورم نمیشه. اوه چای تازه دم خانم مهربون. میخوای برات یکی بیارم؟ ارکود جون داشتیم حرف شما رو میزدیم. این زندالش تو چقدر زن شوخیه، داریم به اون میخندیم. آره بابا زندالش هم خیلی عجیبه، خیلی زن خوشسوخیه، خیلی خوش طبعه. آره اما این نفر حرفش به شوخی نمیخوره، جدی میگم. با فیضا حرف زده بکرده شما با هم دیگه مرشوخه. راستش منم باورم نشد ارکوت، آخه چرا این فکر رو کرده؟ ای بابا مگه نمیدونن این دختر فوق لیسانس داره؟ خدا وکیلی خیلی فکر عجیبی کرده، قوه تخیلش خیلی با. آره به خدا. نه بابا پسر حتما شوخی بوده. اتفاقا به نظر من خیلی جدی حرف میزد ارکوت جون، جدی جدی از ازدواج حرف میزد، انگار دوربین مخفی بود. به خدا بکن من عروسی کنم و حالای برقصم. کابوسه کابوسه. وای خیلی بده. آخه ارکوت من که اصلا اهل ازدواج نیستم، تازه اونم فکر کن با تو تو یه خانواده. فکر کن تو طول روز همش چایی میاره و سرعت وقت میکنه. بسه دیگه. آره بابا بری از دست تو. خیلی خوب چیزی پیدا کردی؟ نه خیر. خب این که خیلی مشخصه، باید ادای خوشبختا رو در بیاریم. اگه ما خودمون رو خوشحال نشون بدیم دیگه بهمون شک نمی‌کنن، بهمون گیرم نمیدن. ادای خوشبختی، همون کاری که برای تبلیغات شبکه‌های اجتماعی انجام دادیم. آره دقیقه. کرم تو رو خدا یکم فکر کن، من هیچی به فکرم نمیاد. از وقتی سرما خوردم مغزم پکیده، هیچی نمیفهمم. منم دارم همین کارو میکنم. آها نه نمیشه، این نمیشه. میشه یه جای دیگه رو نگاه کنی؟ نمیتونم تمرکز کنم، حواسم پرت میشه. ادا اصولشو ببینا. چی کار کنم؟ داری راه میری مجبورم به تو نگاه کنم. کجا رو نگاه کنم؟ هوا رو نگاه کنم؟ آها این کارو بکنی. فهمیدم. این دفعه باید یه راه پیدا کردم. کرم تو رو خدا بگو زود باش، سرنوشتمون دست توی، وگرنه کارمون ساخته است. باش. تو چطوری میفهمی که یه زوج خوشبخته؟ از نگاهشون. نه بابا اون خیلی عادیه. من از چیزی که چشم پر کن باشه حرف میزنم، مقصد ظاهره. حالا گوش کن، زن و شوهرها سالی یکی دو بار چیکار میکنن؟ جشن میگیرن. مثلا سالگرد ازدواج، سالگرد آشنایی، چی مثلا هرچی همچین چیزایی. بگن که ببین ما خیلی خوشبختیم، همینطوری ادامه میدیم. ببین کرم نمیخوام تو ذوقت بزنم و یا خرابکاری بکنم، ولی کرم ما هنوز یه سال نشده که ازدواج کردیم. سالگرد دوستیمون هم اون موقع که بالا هول هولکی منو بوسیدی چیز کردم، خرابش کردم، گفتم سالگرد آشناییمونه. خب تو چی میگی؟
اولین باری که دستمو گرفتی، اولین باری که دست همدیگر رو گرفتیم و جشن میگیریم. تو هم میخوای که سورپرایزم کنی، اون روزو اصلا فراموش نکرد. همچین چیزی رو کدوم مرد یادش میاد؟ یادشون میاد. آره یادت میاد، چون خیلی منو دوست داری. مثل این زوجای لوس و سسول شدیم. باشه همین خوب. برای سورپرایز کیک میخوام، هدیه هم میخوام، یه برنامه ریزی قشنگ میخوام، یه جشن خیلی بزرگ. چشم پر کن. باشه الان خودم حلش میکنم. منم تا تو برگردی آماده میشم، دیر نکنی. یا باشه. آفرین به تو عایشه، سری موضوع رو حل کردی.